صدای بخن بخن از میان انبوه جمعیت برخاست و از این میان خلیفه دوم عمر بود که خود را به علی رسانید و دست در دست علی بیعت کرد و گفت چه سعادتی که تو مولا و رهبر من بعد از پیامبر باشی. مردم به مدینه بازگشتند. ابر تیره غم و اندوه و رحلت معلم امی آسمان مدینه را سیه پوش کرد. گریه و نوحه در همه جا تنین انداز شده بود و در این میان علی و یارانش بر گرد پیکر بی جان معلم حلقه ماتم زده و سر در گریبان یتیمی فرو برده بودند. عده ای نیز در محلی به اسم سقیفه بنی ساعده جمع شده و در فکر تعیین جانشین سیاسی برای پیغمبر بودند. به علی خبر دادن که چه نشسته ای که اولوالامر را در سقیفه قربانی کرده اند و خلاف امر الهی دیگری را بر شطر خلافت و جانشینی پیغمبر سوار کرده اند. اما علی شاگرد اول مکتب محمد صلی الله علیه و آله گذشته به سان گذشته نشان داد که بنده حق است و اول سیغ بر نفس می کشد و بعد بر دشمنان حق. او سکوت اختیار کرد و گذاشت از ریاست به دیگران سواری دهد. 25 سال با چشمان خار نشسته و استخوانی در گلو تاخت و تاز دیگران را نظاره کرد و هر کجا که توانست و آنان بیاری نسانید تا مبادا نهالی که پیامبر در پرورش آن 23 سال تلاش کرده بود با هوای مسموم نفس پرستی ها خوشگانیده شود. آری اینک علی خود معلم وحدت، معلم ایثار، معلم تأمیل کلام وحی گشته و با عمل اسلام را وارد دیگر به پیروان این آیین جدید الهی می آموزد و به حق که خلافت و رهبری امت اسلامی برای او از یک کفش کهنه ای که پینه می کرد کم اهمیت تر و کم ارزش تر بود. سلام بر علی و سلام بر اون زمانی که به دنیا آمد و زمانی که زیست و زمانی که از جهان رفت و زمانی که دوباره برانگیخته خواهد شد. روز خوشحالیت، روز قشنگ زندگی، روز بلند.
ای دل قدیره